بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما و خدمت آقای یزدان خداوندلو از آلمان. ممنون و متشکرم که ایشون باز هم وقتشون رو در اختیار شما بینندگان قرار میدن تا از این طریق هم من چیزی یاد بگیرم، هم شما دوستان اگر پرسشی دارید، نظری دارید مطرح کنید. آقای خداوندلو، وقت توی آلمان همون ساعت 9 هست یا عوض شد؟ بله، کامپیوتر من الان داره نشون میده ساعت 9:03 است. ساعت اروپایی تنظیم هست و بنابراین هنوز جلاغت نشد. بله بله، چون دیدم تو ایران مثلا اول ماه مهر عوض میکنن، اینجا تو آمریکا یه مدت که میریم جلو عوض میکنن. این وقت عوض کردنم یه روز شما راجع بهش صحبت کنید، چون خیلی ها گفتن حتی هیچ چیزی هم نداره، هیچ منفعتی هم نداره. خب شما میکروفون در اختیارتون هست، خیلی خوش آمدید و لطف کنید بگید که برنامه امروز به چه صورت هست. لینک هایی هم که فرستادید من نشون میدم، زیر فیسبوک میذارم. ضمناً این برنامه از فیسبوک خود شما هم پخش میشه. این شما، این بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. بفرمایید. درود بر شما آقای سوربی و شنوندگان و بینندگانتون. گفتگوی امشب ما در امتداد همان در باب محیط زیست ایرانه. منتها چون من در جلسه قبل درباره یک طرح صحبت کردم که پلکانه کردن تپه ماهورها هست، با یه تعدادی انتقاداتی کردن و آقای آریانپور هم لطف کردن مطالبی درباره آن نوشتن و من اگر لازم میدونید بعد از این گفتگوهای مقدماتی و پخش اون فیلمی که درباره کشاورزی اسرائیل هست، من به انتقاد ایشان میپردازم یا اگر نه بریم به مطالب بعدی. و چون مطلب کم و بیش طولانی هست، بی مقدمه من شروع میکنم. گفتمان کارشناسی در باب محیط زیست ایران، کشاورزی و دامداری در اسرائیل. یهودیان هنگامی که به سرزمین اجدادی بعد از جنگ دوم بازگشتند، با اقلیمی در مقابل خود روبرو شدند بی سبزه و درخت و زمین برای کشاورزی نامساعد، و بلافاصله اقدام به سبز و خرم کردن تپه‌های لخت، درختکاری و ایجاد زمین کشاورزی نمودند و پیشرفت چشمگیری کردند. مساحت اسرائیل 22,000 کیلومتر مربع که نیمی از آن بیابان، میزان بارندگی بسیار کم و در نواحی شمالی طرف سوریه و بالاها به 800 و در صحرای خشک جنوب از 40 میلیمتر در سال تجاوز نمی کند. و با اینکه 20% مساحت کشور مستعد برای کشاورزی است، تنها 3.7% نیروی کار به کشاورزی و دامداری مشغولند. یعنی از یک ملت 5 تا 6 میلیونی، 3.7% فقط به کشاورزی و دامداری مشغولند، دیگران در بخش های دیگه فعالند. 3.7% نه 3.7%، 3.7% نیروی کار به کشاورزی و دامداری مشغولند، اما 95% نیاز خوراکی ملت را تامین میکنند و از پیشرفته ترین تکنیک ها برای تولید محصولات تازه برخوردار و هر سال صدها میلیون دلار میوه، سبزیجات، گلهای زیبا و ابزار کشاورزی مدرن به دنیا صادر میکنند و برای پیشگیری از گرمازایی هر سال درختان بیشتری کاشته و کشور بلادیده ما در هزاره اخیر سنت زیبا و حیات بخش درختکاری آمدانه به دست فراموشی سپرده شد و در عوض اسرائیل یکی از پیشگامان جهان دارای پیشرفته‌ترین مراکز تحقیق کشاورزی است و مدام در ابداع شیوه‌های جدید می‌کوشد و کشاورزان اسرائیلی افرادی مبتکر و میزان تولیدشان در هر هکتار
رکورددار جهان و در استفاده بهینه از آب که با کمبود آن روبروست، تلاش میکند از هر قطره آن به بهترین نحو استفاده و در طول 50 سال توانست میزان محصولات کشاورزی را 7 برابر افزایش دهد و با شیوه آبیاری قطره‌ای در سال 1960 که لوله های باریک آب در کنار گیاه نزدیک ریشه قرار می گیرند و قطره قطره به ریشه گیاه می رسند و در عمل آوردن گوجه فرنگی، خیار، طالبی، فلفل، فلفل سبز، پیاز در گلخانه و در دشت درخت آلبالو، گیلاس و انواع سیب، مرکبات، خرما، پرتقال و نارنگی، گندم، پنبه متداول و با موفقیت روبرو شد و گاوداری اسرائیل از شهرت جهانی برخوردار و گاوهای اسرائیلی بالاترین تولید شیر سالیانه را دارند و لبنیات اسرائیل بسیار خوشتم و به 10 کشور جهان از جمله ایالات متحده صادر می شود و پرورش ماهی در دریاچه های مصنوعی و آب شور بندر ایلات مدرن‌ترین شیوه پرورش ماهی را به کار می گیرند و آمادند تجربیات کشاورزیک، دامداریک، مرغداریک، پزشکی، صنعتی خود را در زمینه بیابان‌زدایی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهند و بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای جنوبی و مرکزی از این ابراز آمادگی اسرائیل استقبال کرده و کارآموزان خود را به این کشور فرستادند و اسرائیل نیز کارشناسان خود در زمینه‌های مختلف را به کشورهای نیازمند ارسال تا کارورزان را تعلیم دهند و در طول سالهای اخیر بیش از 100,000 کارآموز از کشورهای مختلف به اسرائیل آمده و هزاران کارشناس اسرائیلی به کشورهای دیگر اعزام شدند تا دانش و تجربیات خود را در اختیار آنها قرار دهند و کارآموزان که به اسرائیل آمدند در حوزه کشاورزی، پزشکی، مهندسی، خدمات اجتماعی، بهیاری، شهرسازی و امور دیگر تجربیات گرانبهای آموخته و به کشور خود برده و شرکت‌های اسرائیلی تجهیزات الکترونیکی کشاورزی همراه با شیوه‌های نوین کشت و کار به کشورهای دیگر صادر می‌کنند. اکثر این وسایل و شیوه‌ها پاسخگوی نیاز فوری بسیاری از کشورهایی است که با مشکلات شبیه اسرائیل روبرو بودند. در تورات از اسرائیل به عنوان سرزمین شیر و عسل یاد شده و کشاورزان و دامداران اسرائیلی کوشیدند با بکارگیری مدرن‌ترین شیوه‌ها تولید شیر و عسل را جامعه عمل بپوشانند و موفق شدند. حال شما قضاوت کنید چرا رژیم نکبتوار اسلامی از یک سو در ظاهر به اسرائیل ناسزا میگوید و از دیگر سو در باطن با ایشان لاس میزند. خب شما میتونید حالا اون فیلم رو پخش بکنید. این فیلم چون مال یوتیوبه گذاشتمش زیر فیسبوک لینکشو، ولی اگه تو برنامه شما نشون بدم اون وقت فیلم شما رو یوتیوب ریجکت میکنه، قبول نمیکنه. ولی گذاشتم الان همون نوشته Made in Israel and نوشته Agriculture در باره کشاورزی. دوستان روی فیسبوک آقای یزدان خداوندلو و مردم تیوی این لینک رو میتونید زیر همین ببینید و مشاهده کنید. بفهم بس در اینجا امکان پذیر نیست، اگه بخواین پخش میکنم، ولی بعد دیگه این فیلمتون روی یوتیوب نمیتونیم بذاریم، فقط میتونیم بذاریم روی فیسبوک. اگه مشکلاتی داره بسیار خوب. آره من فکر میکردم که از این 60 دقیقه 10 دقیقهش اختصاص ندیم به این بعد بقیه مطالب رو. بس اون یکی فیلم دیگه ای هم که برای شما فرستادم که حدود 2 تا 3 دقیقه یک و نیم دقیقه طول میکشه که احمد نژاد با سران یهودی داره ملاقات میکنه، سندی باشه برای اینکه
در ظاهر در تبلیغاتشون به اسرائیل بد و بیرا میگن، ولی در باطن با اسرائیل همسو و هم اهداف هست. البته اون یهودیایی که شما میگید، اینجا من تو نیویورک هم دیدمشون، اونا فکر کنم افرادی هستن که خودشون هم با حکومت اسرائیل مخالفن. نمیدونم اونا رو شما میگید یا افرادی رو میگید که به اصطلاح با حکومت اسرائیل موافقن. ولی از این که از اول جنگ اگه شما نگاه کنید، از اول پیدایش جمهوری اسلامی، اسرائیل با ایران همکاری میکرده، آمریکا همکاری میکرده، حقیقتا به دو طرف، این و این احمقا، اون ورم احمق صدام و اسلحه و خرید و فروش و اینها، میگفتن بذار اینا بزنن تو سر هم، همدیگر رو از بین ببرن، آخر کار اون چیزی که باقی میمونه یا ما با اونها صلح میکنیم یا نیروی ضعیفی باقی مونده از بین میبریم. این فلسفه بود از اول. ولی اگر اینایی رو میگین که یه مقدار یهودیایی هستن که با دولت اسرائیل مخالفن و اینها میگن اتفاقا ما یهودیای درست هستیم چون ما دنبال جنگ و خونریزی و اینها نیستیم. نمیدونم شما این فیلم رو من ندیدم، ولی لینکشو گذاشتم زیر این فیسبوک. بله این لینک رو بعدا اگر تماشا بکنید ببینید که احمدی نژاد با سران یهودیان، یعنی همون خاخام ها، داره ملاقات میکنه. اما اینا یه اقلیت کوچکی هستن در خود اسرائیل، هم اینا یه اقلیت کوچکی هستن که مرتب در مقابل اون دیوار و نطفه جمع میشن و اینطوری کلشون رو اینطوری مثل خر افزاری یارو بکنن. اینا رو نمیگم، اینا رو خود حتی دولت اسرائیل رو بعد وقتا میریزه کتک با پستن میزن و ردشون میکنه. منظور یهودیان اون اقلیت نهایی اساسی که در کلیه شاخه ها فعال هستن، با اونا سر کار دارن. اینا که برای نمایش و این دو چیزا. درباره این لینکن که من بارها در این یک سال دو سال اخیر مرتب اشتراک گذاری کردم و توضیح دادم، نوشتم، من بارها در نوشته هایم یادآور شدم، اسرائیل متحد استراتژی که ما در منطقه است و ما ایرانیان با قوم یهود از گذشته دور هم تبار و هم ریشه ایم و امروز نیز بعد از آمریکا و اسرائیل بزرگترین اقلیت یهودی در کشور ما به سر میبرند و گذشته از خدمات داخلی لابی ما در ابعاد جهانی هم هستند و هرگاه نیاز به میانجیگری داشته باشیم ایشان آماده خدمتند. در پاکستان یهودی زندگی نمی کنه، در افغانستان فقط یه نفر یهودی است، آمار داریم با اینا رو. خب حالا شما دوست دارید که من به اتحاد آقای آریانپور بپردازم یا اینی که درباره مطلب دیگه من در اینجا در اثبات این ادعام چند مدت پیش از روز 3-4 سال پیش جمع‌آوری کردم این رو برای شما بخونم، بعد اگر وقت بود به انتقاد آقای آریانپور بپردازیم. باشه؟ چون این برنامه مال شماست، تهیه کننده شما هستید، صلاح مملکت خیش خسروان دانند، هر جوری که مایلید تقسیمش کنید، هر جوری که مایلید به تقسیم اجرا کنید، شما خودتون مختار هستید. بفرمایید. بسیار خوب. اطلاعات آماری در مورد توانایی یهودیان و ضعف مسلمانان. توانا بود هر که دانا بود. طبیعی هستش که هر کس که دانا باشه توانام هست. مشکل ما این هستش که دانا نیستیم. آقا یهودیان سراسر دنیا 14 میلیون نفر. البته این آمار رو من حدود 5-6 سال پیش فراهم کردم، حالا من نمیدونم، شاید یه مقدارم بالا پایین باشه، ولی در کل این گونه است. یهودیان سراسر دنیا 14 میلیون نفر، 5.6 میلیون در آمریکا، 5.5 میلیون در آسیا، 2 میلیون در اروپا و 100,000 نفر در آفریقا. جمع کل مسلمانان در جهان 1.5 میلیارد نفر، 1 میلیارد در آسیا. توجه کنید، 1 میلیارد در آسیا و بزرگترین کشمکش ها و زد و خورد ها و هزار جور مشکلات در همین آسیا داره اتفاق میفته. در سایر جهان تحت تأثیر ادیان دیگه و فرهنگ های دیگه آنچنان کشمکشی ندارن که در آسیا وجود داره. جمع کل مسلمانان در جهان 1.5 میلیارد نفر، 1 میلیارد در آسیا و خاورمیانه.
400 میلیون نفر در آفریقا، 44 میلیون در اروپا، 5 میلیون در آمریکا. حالا من نمیدونم، شاید بیشتر باشه، ولی این آماری بود که من تونستم از اینترنت 5-6 سال پیش تهیه کنم. از هر 5 نفر جمعیت روی زمین یک نفر مسلمان است. و در مقابل هر یهودی 107 مسلمان قرار دارد. با این همه 14 میلیون یهودی از 1.5 میلیارد مسلمان نیرومندترند. فکر کنید چرا نیرومندترند؟ و توجه داشته باشیم این موفقیت را کسی به یهودیان رایگان نداده است. اگر انگلستان و آمریکا از آنان حمایت می‌کنند، بپرسید یهودیان چگونه در آمریکا و انگلستان نفوذ دارند که دولت‌های آنها مجبور به حمایت از یهودیان است. چرا مسلمانان این نفوذ را در این دولت ها ندارند؟ تعداد مسلمانان در این کشورها کمتر از یهودیان نیست، اما نفوذ مسلمانان مهاجر به آمریکا چرا کمتر از نفوذ یهودیان مهاجر به آمریکاست؟ نتیجه حمایت آمریکا به انگلستان و سایر قدرت ها علت قدرت یهودیان نیست، بلکه محلول قدرت آنهاست. ببینیم چرا. در تاریخ معاصر آلبرت اینشتین، زیگموند فروید، کارل مارکس، پول ساموئلسون، میلتون فریدمن یهودی بودند. در رشته پزشکی مخترع سوزن سرنگ بنجامین روبن یهودی، کاشف واکسن فلج اطفال پولیو یوناس ساله یهودی، کاشف داروی ضد سرطان خون گرترود الیون یهودی، کاشف درمان یرقان بروخ بلومبرگ یهودی، کاشف داروی درمان مرض سفلیس پول اریخ یهودی، کاشف درمان امراض عضلانی علیه متچنیکوف یهودی، کاشف درمان غدد ترشحی داخلی آندرو شلی یهودی، کاشف تراپی درمانی آرون بک یهودی، کاشف قرص ضد حاملگی جورج بدیناکوس یهودی، شناسایی چشم بشر جی والد یهودی، شناسایی بچه در شکم مادر استانلی کوهن یهودی، دیالیز قلبه ها ویلیام کورفکام یهودی، برنده جوایز نوبل. ببینید چقدر نفر آدم در نوبل آره اینا چیز گرفتن. ما 3 تا نوبل داریم در کل اردوگاه اسلامی. در 150 سال گذشته 14 میلیون یهودی 180 جایزه نوبل را دریافت کردند، در حالی که 1.5 میلیارد مسلمان تنها 3 جایزه گرفتند که اونام البته مشکوک همش را. اختراعاتی که تاریخ را دگرگون ساخت، چیپ های کوچک دستگاه های الکترونیکی استانلی نزور یهودی، راکتور اتمی زنجیره‌ای نئوسیزیلند یهودی، کابل نوری پیتر شولتز یهودی، چراغ های راهنمایی چارلز آدلر یهودی، فولاد ضد زنگ بنو شتراوس یهودی، فیلم ناطق ایزادور گیتس یهودی، میکروفون تلفن ایمیل برلیز یهودی، دستگاه ضبط تصویر متحرک یعنی ویدیو چارلز جینبرگ یهودی، نفوذ بر بازرگانی جهانی، فرآورده های مارک مشهور پولو رالف لورن یهودی، تولیدات نوشیدنی کوکاکولا یهودی، لوئیس چین لوید اشتراوس یهودی، استاربروک هوادار شولتز یهودی، گوگل همین گوگلی که ما داریم ازش استفاده میکنیم سر جی برین یهودی، شرکت کامپیوتری دل میشل دل یهودی، دنکی دونا کارن یهودی، پاسکی نو رابینز
اینه نمیدونم چی هست، ایوئل رابینز یهودی، باسکو باسکینو، دانکین دونات نوعی تنقل آمریکایی، بیل روزنبرگ یهودی و نفوذ در سیاست بین الملل، هنری کیسینجر یهودی، ریچارد لوین رئیس دانشگاه یل یهودی، آلن گرینزپن رئیس فدرال روزرو آمریکا یهودی، جوزف لیمبرمن گرینسپن بود مال فدرال ریزرو، بله جوزف لیمبرمن یهودی، مادلین آلبرایت یهودی، کاسپر واینبرگر وزیر دفاع آمریکا یهودی، ماکسیم لیویونیو وزیر خارجه شوروی یهودی، داوید مارشال نخست وزیر سنگاپور یهودی، اسحاق استاندار کل استرالیا یهودی، بنجامین دیزرائیلی نخست وزیر انگلستان یهودی، یوگنی پیرماکوف نخست وزیر روسیه یهودی، بری گولدواتر سیاستمدار آمریکایی یهودی، جورج سمپاو او یا سمپانو رئیس جمهوری پرتغال یهودی، هرب گری معاون نخست وزیر کانادا یهودی، میشل هاوار وزیر کشور انگلستان یهودی، برونو کریسکی صدر اعظم اتریش یهودی، رابرت روبین وزیر خزانه‌داری آمریکا یهودی، و رسانه‌های گروهی جهانی CNN ولف بلیتس یهودی، باربارا والترز از اخبار ABC یهودی، اوجین مایر واشنگتن پست یهودی، هنری گرونوالد مجله تایم آمریکا یهودی، کاترین گراهام واشنگتن پست یهودی، جوزف لیدل نیویورک تایمز یهودی، ماکس فرانکن نیویورک تایمز یهودی، رابرت مورداک صاحب گروه رسانه‌ای فوکس یهودی، مؤسسات به ظاهر بشر دوستانه ولی برانداز جورج سروس یهودی، والتر اینبرگ یهودی، تشکل‌های صنفی و مذهبی و اجتماعی یهودیان در آمریکا بالغ بر بیش از 7000 سازمان و مؤسسه است و هر یهودی در چندین NGO و انجمن عضو و فعالیت می‌کند و مسلمانان در چند انجمن و NGO عضو هستند. دانش آموزان یهودی از همان ابتدا در مدارس خود کار کردن گروهی با هم را می‌آموزند، نه رقابت بی ثمر و حسادت انگیز. نتیجه چرا یهودیان نیرومند و مسلمانان ضعیف هستند؟ ما استعداد دانش آموختن را رها کردیم و به جای پرداختن به طبیعت و امور دنیوی دیده به آسمان دوخته و از امری موهوم طلب کمک می کنیم. در سراسر جهان اسلام شامل 57 کشور تنها 500 دانشگاه موجود و در آمریکا 5758 دانشگاه فعال و در هندوستان 8407 دانشگاه موجود است. حتی یک دانشگاه در میان کشورهای اسلامی در ردیف 500 دانشگاه اول جهان جای ندارد. میزان سواد در دنیای مسیحی 90% و در اردوگاه اسلامی پایین تر از 40% است. در 15 کشور مسیحی درصد سواد 100% و در کشورهای مسلمان حتی 1% هم نیست. در کشورهای مسیحی 98% دوره دبیرستان را تمام کردند. در کشورهای اسلامی این رقم به 50% هم نمی رسد. 40% از مردم کشورهای مسیحی دانشگاه را تمام کردند. در کشورهای مسلمان این رقم تنها 2% است. در اردوگاه اسلامی برای هر میلیون مسلمان
تنها 230 عالم و دانشمند وجود دارد. در آمریکا این رقم 5000 است. در آمریکا برای هر 1,000,000 نفر 1000 تکنسیان موجود است. در سراسر جهان عرب فقط 50 نفر تکنسیان برای هر 1,000,000 نفر موجود است. دنیای اسلام فقط 0.02% از درآمد ملی را برای تحقیق و توسعه هزینه می کند. در کشورهای مسیح این رقم 5% از درآمد ملی است. نتیجه: وضعیت کنونی دنیای اسلام استعداد دانش پروری را ندارد. در پاکستان برای هر 1,000 نفر 23 روزنامه موجود است. در سنگاپور این رقم 460 برای هر 1,000 نفر است. در انگلستان 2,000 کتاب مختلف برای 1,000,000 نفر هر سال چاپ می شود. در مصر این رقم 17 جلد است و در ایران 78 میلیونی ما 2,000 جلد، که اونم این منتشر تجاراتی می گفتش که 500 تومان نیست. ما بخاطر این که شرمنده نباشیم می نویسیم 2,000 جلد. عاقبت دنیای اسلام در دانش پژوهی شکست خورده. صادرات صنعتی پاکستان فقط 0.9% کل صادرات آن کشور، در عربستان سعودی 2%، در کویت، مراکش و الجزایر 3% است، در حالی که سنگاپور به تنهایی 68% صادرات صنعتی دارد. تمام این کامپیوترهایی که ما الان در مجلس استفاده میکنیم از اون ناحیه میاد. نتیجه این که اردوگاه اسلام استعداد بهره‌گیری از دانش را ندارد، چون به عبادت و پرستش الله مشغول و با وجود اینی که ارقام و شواهد آماری فریاد میکشند، اما کجاست گوش شنوا؟ من پرچم اسرائیل رو هم با این اردوگاه اسلامی هم برای شما فرستاده بودم. بعد شما یه دونه ویدیو پخش کردی توی چیزتون تو صفحتون که این سینه زنان رو در آمریکا داره نشون میده. بله و من هم شبیه اون رو یه دونه اینجا پخش کردم و براش یه تفسیرم نوشتم که البته امشب لازم نیست که بهش بپردازیم. خب ما وقت داریم فعلا. بله، یکی از دوستان روی فیسبوک برای شما نوشته که یهودی‌های ایرانی در آمریکا لس آنجلس هم ثروت و شغل و نفوذ بسیار دارند. بله، من که گفتم لابی ما هستن. آها، بله. حالا بعضیا فکر می‌کنن این لابیگری کار زشتیه، در صورتی که لابیگری همه جای جهان رایجه و ما هر چه لابی‌های فعال و هوشمند داشته باشیم به همون نسبت تواناتریم و طبیعتاً باید خرج لابیگری رو هم بپردازیم. هر کس هر کاری رو که می‌کنه باید بهش مزد پرداخت. ممنونم. خب بفرمایید. خب، اگر اجازه بدید حالا من بپردازم درباره ایران. بفرمایید. یه مطلبی رو من چند وقت پیش، همین هفته گذشته، در فیسبوک منتشر کردم که بسیار مورد استقبال واقع شد. قبلنم البته اینو چندین بار به اشتراک گذاشته بودم، اینو 5-6 سال پیش من نوشتم، ولی هرچی که داره میگذره و مردم آگاه‌تر دارن میشن به این متن‌ها بیشتر توجه میکنن، به نحوی که در همین این 3-4 روز اخیر بیش از 50 نفر این متن رو اشتراک گذاری کردن و اگر شما توجه کنید من دو تا عکس برای شما فرستادم تحت عنوان قدرت در ایران در دست کیست. توی همین ایمیل هست یا در همین ایمیل دو تا عکس برای شما فرستادم که ملاها دارن رزمایش در دارن اونجا تیراندازی یاد میگیرن. بله. یه عکس دیگه یه نمودار شماتیکش رو فرستادم که سپاه پاسداران و امپراتوری سپاه رو با نهادهای دیگه و نفوذ و قدرتشون رو با اون دایره ها نشون داده. دارم الان اونو نشون میدم. توضیح قدرت در رژیم اسلامی.
در این حال که دارشون میدید، بله من چون در اینجا نمیبینم که این تصاویر که دارشون میدید، بعدا میبینم. خب من این مطلب در اینجا بخونم، بعد اگر وقتی باقی موند میپردازیم به انتقادهای آقای آریان‌پور. قدرت در ایران در دست کیست؟ اگر میخواهید بدانید قدرت در ایران در دست کیست و چه کسانی از آن بهره میبرند، به سراغ امپراتوری اقتصادی بیت رهبری و شاخه آن بروید و شاخه های آن بروید تا بدانید چه گروه ها و افرادی آن را اداره می کنند. قدرت در ایران در دست مردم، طبقه متوسط، احزاب، مجلس ملی، رهبران فکری، کارشناسان و متخصصان قرار ندارد، بلکه در اختیار اتحادیه کلامرادخواران ملا و مکلا متمرکز در بیت رهبری است که رژیم نکبتبار اسلامی توسط مافیای اقتصادی منابع کشور را در چنگال این بیت مخوف و ضد ایرانی قرار می‌دهد. یک، امپراتوری اقتصادی بیت رهبری شامل بنیادها، موقوفات و درآمد آستان قدس، قم، شیراز و شرکت هایی که سودشان به مؤسسات و نهادهای دینی تعلق دارد که ولی فقیه در رأسشان بر آنها نظارت میکنند. ما از خودمون بپرسیم این پولایی که برمیدارن مثلا تو کانادا، آمریکا، تشکیلات سینه زنی و نمیدارن قرن کشی و حرف را میندازن، کجا پرداخت میشه؟ از همین نهاد پرداخت میشه. این بنیادها در بخش های مختلف اقتصاد ایران 20-70% حجم مبادلات مالی ایران را در چنگال خود دارد. بنیاد مستضعفان به تنهایی 173 شرکت کوچک و بزرگ در انواع رشته ها را مالک است. آستان قدس رضوی، شاه عبدالعظیم و معصومه صدها شرکت و میلیون ها هکتار زمین وقفی در اختیار دارد که درآمد آنها، عقاد نجومی و خرج و دخل هایشان همیشه پنهان و به اطلاع مردم نمی رسد. این پول کلان به مصرف روحانیون، پرداخت شهریه به طلاب و دفاتر خامنه ای در کشورهای مختلف و دیوان سالاری مذهبی، حکومتی، ولایت فقیهی، همچنین هدیه هایی که آقا در سفر و شرفیابی به سرسپردگان درگاه ولایت مثل شعرا و مداحان مرحمت می کند می رسد. هیچ مقام و نهادی در کشور قانوناً و عملاً حق ندارد از ولی فقیه در مورد دخل و خرج این امپراتوری سؤال کند. کسانی که از ساده زندگی کردن خامنه ای سخن میگویند جماعتی ساده لو یا سالوس منش هستند. دو، امپراتوری سپاه. امپراتوری اقتصادی سپاه در دوران رفسنجانی شروع به توسعه کرد و در دوران احمدی نژاد به بزرگترین دریافت کننده قراردادهای کشور تبدیل شد، تا حدی که قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در اوائل دهه 90 دیگر قراردادهای زیر 100 میلیون دلار را قبول نمی کند. این رقم قبلا 100 میلیارد تومان بود. به دلیل معاون حقوقی سپاه، خبرنامه ایسنا 2 بهمن 1390 قراردادهایی که به پایگاه سپاه واگذار می شود در ابعاد میلیارد دلاری است و امپراتوری نظامی دینی به شکل اختاپوس در اقتصاد ایران گسترش یافته، تا حدی که امروزه حدود 45,000 نفر مستقیم در قرارگاه سازندگی که 2,000 نفر پاسدار، بالغ بر 5,000 پیمانکار و 150,000 نفر به طور غیر مستقیم همکاری میکنند. به نقل از تجارت پرداخت، دیماه 1391، 4 سال پیش، حالا ممکنه یه مقدارم تغییر باشه، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید امپراتوری سپاه عملا بر قرارگاه های سازندگی، سازمان های تحت مدیریت و شرکت ها از دولت گرفته شده مثل شرکت مخابرات، بخش عمده واردات کشور،
توسط ده ها اسکله اقتصادی، ترانزیت مواد مخدر، صدور فاحشه به جهان و مالیات خانه های افات را در اختیار دارد که مقامات قضایی به سه فاکتور اخیر تلویحا اشاره کردند. امپراتوری شرکت های دولتی، حدود 500 شرکت دولتی فاقد درس 70% از بودجه کشور را در اختیار دارند و بر اساس لایحه بودجه 86 کل کشور بیش از 73% از حجم آن به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص و نظارت چندان نیز و نحوه هزینه کردن آنها اعمال نمی‌شود. رژیم در دو دهه گذشته پیوسته اعلام کرده که می‌خواهد حجم این شرکت‌ها را کاهش دهد، اما تعداد آنها رو به افزایش بوده و از 295 واحد در سال 1369 به 401 و در سال 1374 تا 1386 به 500 واحد رسید. رئیس جمهور و کابینه او با تعیین هیئت مدیره و رئیس این شرکت ها از قدرت اقتصادی و امکان راندخاری برخوردار می‌شوند. بیش از 70% بودجه کشورها شرکت های دولتی در اختیار 29 شرکت بزرگ قرار دارند که آنها با این حجم پول توانایی می‌یابند که در انتخابات نامزدهای مورد علاقه خود را سرکار آورند یا بر سرکار نگاه دارند، مگر آنکه با تهدیدات فرماندهان نظامی و اطلاعات کوتاه آیند یا در درون با اختلافات جدی مواجه باشند. البته برخلاف امپراتوری بیت سید علی، امپراتوری سپاه که دخل و خرج آنها پنهانی است و غیر از حلقه کوچک از شرکا کسی از آنها خبر ندارد، بودجه شرکت‌های دولتی به تصویب مجلس می‌رسد و مجلس امکان تحقیق و تفحص از آنها را دارد، کاری که البته تا کنون انجام نشده است. سیاست در ایران که امروز تنها متکی به منابع اقتصادی، ماشین سرکوب و خشونت عریان استوار است، میان جناح مذهبی نظامی تقسیم می شود و سهم جناح‌های وابسته به بیت رهبری در سه دهه گذشته با فراز و نشیب همراه بوده و این تقسیم البته نه بر اساس اراده ملت و عدالت اجتماعی، بلکه بر مبنای توافق پنهانی صورت گرفته و شکی نیست که قدرت امپراتوری مقام معظم رهبری در 23 سال گذشته پیوسته رو به افزایش بوده و امپراتوری سپاه که رشد خود را در دوران رفسنجانی آغاز کرد به شتاب خود در دوران خاتمی افزود و در زمان احمدی نژاد بود که امپراتوری گولاسای اقتصادی سپاه رشد آسمان فراشی پیدا کرد و اکنون سپاه هم در امپراتوری اقتصادی بیت رهبری جای پای محکمی یافته و هم در امپراتوری اقتصادی دولت. آیا تغییر با حضور این امپراتوری نظامی دینی امکان پذیر است؟ مخالفان داخلی و خارجی باید توجه داشته باشند با این هیولا که دستانش با استثمار و استعمار جهانی در تماس دائم است چه خواهد کرد و دولت‌های خارجی اگر شاکله بیمزه تحریم را راه حل تضعیف این حکومت و برنامه هسته‌ای آن می‌دانند، هر دو شاخه نظامی مذهبی آن را باید مشمول تحریم قرار دهند. امپراتوری اقتصادی سپاه نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و قوه قضایی سیاهکار و فاسد که خود یکی از نظارتخانه‌های ثروتمند و پولساز رژیم است را پوشش می‌دهد. آقای سروی، قول معروف میگن خدا نکنه پای کسی به دادگستری بکشه، هر دو طرف رو میدوشن و دادگستری ایران یکی از پولسازترین وزارتخانه‌ها در رژیم اسلامی است، خود کفاست و پولم به این اون میده و منابع را به آنها تزریق میکنند.
و ایشان با اتکا به این امپراتوری است که در دوران انتخابات در سراسر کشور پول و خورش میدهند و دفاتر تبلیغاتی را میاندازند و گرسنگان بیشمار را بگرد خود جمع میکنند. قابل توجه است که شرکت های دولتی در دوران خاتمی و رفسنجانی به جبهه تکنوکرات ها تبدیل شد، اما خامنه ای به سرعت از آن احساس خطر کرد و در دوره احمد نژاد با انحلال سازمان برنامه ریزی و بودجه، نظامیان وابسته به بیت رهبری را به هیئت مدیره و مقامات نهادها اعزام و منصوب کرد. و طبیعی است در چنین جامعه ای که با فقدان احزاب و برخواسته از پیکر مردم، طبقه متوسط نیرومند و آگاه به امور سیاست، مجلس ملی متشکل از فرزندان برگزیده ملت، نهادهای مدنی کارآمد و رسانه‌های مستقل، حتی اگر در فعالیت آزاد باشند، نمی‌توانند با این امپراتوری مالی، نظامی، دینی مقابله کنند. این دو امپراتوری کاملاً بر فراز جریان‌های سیاسی در ایران قرار دارند و انتخابات نمی‌تواند آن را به سادگی متحول و تغییر دهد. شرکت های دولتی از چنان منافعی برخوردارند که حتی با تغییرات دولت ها جهتگیری دموکراتیک در ساختار آنها به وجود نمی آید. اتحاد و ائتلاف عمامه‌داران و اسلحه به دستان نه تنها جایی برای فعالیت و رقابت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد به غیر از کارگاه های کوچه، که آنها هم به نحوی به این جماعت وابسته و برایشان کار میکنند نگذاشته و دهانشان به کرامت دست آنها دوخته شده و تو عرصه سیاست، رسانه ها، حیات اجتماعی و فرهنگی میلیون ها ایرانی امروز در قبضه فلجزای این دو گروه فاقد عرق ملی و ضد ایرانی قرار دارد و این حکومت در ایران چنان تورم کرده که دیگر جایی برای تنفس مؤسسات مستقل و افراد کارآفرین باقی نگذاشته است و روحانیت انگل صفت نیز به جای آموزش در حوزه های فناوری با کاربرد اسلحه آشنا می شود و تمام بعد وابسته به امپراتوری اقتصادی ولی فقیه هستند و به همین دلیل اکثر افراد و نهادهای روحانی و دینی به وی وفادارند. چقدر دیگه وقت داریم آقای سربی؟ 15 دقیقه. بله خب وقت کافی هستش که حالا بپردازیم به شما. در این مورد آیا صحبتی داری؟ نه، من فقط دارم فکر میکنم به قول شما چگونه میشه با یه چنین چیزی که اینقدر قدرت داره اصلا رو در رو شد. البته خب دوستان خیلی زحمت میکشن، میتینگ میذارن، سالی یه بار دور هم جمع میشن و بله. سال بعد که میرن میشمارن ببینن چند تاشون فوت شده. بله. خب حالا ما میپردازیم به مطلبی که آقای آریاپور درباره پلکانی کردن طرحی که من ارائه دادم مطالبی نوشتن. ابتدا از ایشون من تشکر میکنم، از این مرد فرهمند که توجه کردن. من هم در جلسه قبل که خیلی کوتاه بود ابتدا خواستم فعلا طرح این قضیه رو مطرح بکنم، بعدها یواش یواش میپردازیم به جزئیاتش. شما اگر بیاد داشته باشین آقای سربی، در اون جلسات قبلی شاید بارها من توضیح دادم که انسان وقتی که حکمی میکنه باید در پس اون حکم استدلال متکی به منطق سوری ارسطویی یا دیالکتیک باشه و استنتاج هایش منطبق با واقعیت. طبیعتا من در اینجا طرح ارائه دادم، حکمی کردم که با پلکانی کردن تپ ماهورها ما میتونیم حجم سفره آبهای زیرزمینی و محیط زیست و سرزینه رو بیشتر کنیم و طبیعتا باید من استدلال کنم تا بتونم قانع کنم. حالا آقای آریانپور اولین واکنش رو نشون داده و من سعی میکنم به نکاتی از مطلبی که ایشون نوشتن بپردازم. البته آقای چمنارا هم پاسخ دادن، ولی مثل که شما پاک کرده بودین اون چیزها رو، منم نتونستم. نه من کسی رو پاک نکردم، البته مال ایشون رو هم اگر همینطور برای من
توی این چت میفرستادی یا میذاشتی روی صفحه، هر دو رو دانلود میکردن و بهشون پادوم میدن، چون برای اینکه یک طرحی هستش مطرح شده و باید با همین این انتقادهایی رو که صورت میگیره ما بتونیم استدلال کنیم و تعداد بیشتری رو بتونیم جذب کنیم که ببینیم این طرح رو چگونه میشه پیش برد. چون من یه سری مزایایی داشت دادم و بیدلیل نبود که اومدم اسرائیل رو اون 20 تا فیلم رو مطرح کردم که شما ببینید ملت اسرائیل وقتی که 50 تا 60 سال پیش اومدن بعد از تشکیل دولت اسرائیل با یه بیابون روبرو شدن درست مثل بیابان‌های ایران، ولی اونها یک لحظه توقف نکردن، حاصلها رو بالا دادن، کار کردن و امروز موفق شدن. چرا ما نمیتونیم؟ پاسخ به آقای آریانپور، این مرد ترحمند، ابتدا تشکر میکنم از ایشان که به طبع من در مورد پیدکانی کردن تپ ماهورها جهت افزودن سفره آبهای زیرزمینی توجه کردن. البته تنها جهت سفره آبها افزودن سفره آبها نیست، مزایای دیگه هم داره. یک، به ایشان پیشنهاد میکنم به ویدیویی که در مورد اسرائیل در طول گفتگوی من با آقای سوربی پخش بشود، که البته پخش نشد ولی توی صفحه من میتونم ببینم، نگاه کنم که اقلیم کشور اسرائیل کم و بیش شبیه ایران بود که در 50 سال اخیر آن ملت کوشا آستین‌ها را بنا زده و بخش‌هایی از آن را سبز کردن برای کشاورزی و دامداری مستعد کردند. دو، ایشان میگویند در مورد مسطح کردن تپه‌ها و ایجاد شیار، این کار را در خیلی از کشورها که دارای محدودیت های زمین کشاورزی هستند انجام دادند تا بتوانند محصولات کشاورزی بیشتری را در آن شیارها تولید کنند، ولی اغلب این سرزمین ها از میزان بارندگی قابل توجهی برخوردارند و اکثر محصولات کشاورزی در طول رشد و محصولدهی از بارانهای پی در پی آبیاری می شوند. اگر باران نبارد محصولات کاشته شده سریعا خشک می شود. جواب دادم بهشون. عزیز جان، تقریبا در مورد مزایای پلکانی کردن جهت توقف آب در زمین های منجر در زمین که منجر به جاری شدن سیل نشود، من دارم میگم بیاین اینا رو پلکانی کنیم ابتدا که این بارانی که میباره در این پله ها پلکانی کردن که یه لبه هره ای هم برای داره در اونجا توقف کنه، سطح بالا به سطح پایین‌تر به پایین‌تر نریزه و بره به سیل منجر بشه و هم زمین کشل بشه هم اون سیل در اون پایین تخریب کنه. سه، آقای آریانپور میگوین ایشان در مورد آب دادن این شیارها اشاره ای نکردند. جواب، من میگویم شیب زمین را پلکانی کنیم که آب باران و بعد در آنها توقف کنند، آب دادنی در کار نیست. متوجه هستین آقای سوربی؟ بله بله. بیا بیاییم آب پلکانی بکنیم، آب باران رو برفی که میکنیم این پلکان ها متوقف بشه بمونه و بره داخل زمین، در حفره ها جمع میشه، در روزنه ها جمع میشه، بعدم وقتی که ذوب که شد ابتدا بخار نمیشه، ذوب میشه میره توی زمین ذخیره میشه، بعد وقتی که همه اینا خاتمه پیدا کرد و هوا داره به تدریج گرم میشه، به تدریج اینا بخار میشه میاد بالا، گیاه اجازه پیدا میکنه رشد کنه و اگر 3-4 سال این ادامه پیدا بکنه اون گیاه ها ریشه میتنن سایه ایجاد میکنه، سبزینه ایجاد میکنه. من نگفتم که بیاییم اینجا میلیون ها کیلومتر رو بیاییم مربع رو بیاییم پلکانی کنیم بعدم ببریم اونجا آب بدیم یا بیاییم که من چیز تانکر آب ببریم بزیم، نه پلکانی کنیم خود همین آب که منبع در تنها منبع درآمد ما هستش که آسمان به ما میده، اون رو در اونجا تا اونجایی که میتونیم نگاه داریم، بعد وقتی که اقدام کردیم شیوه های دیگه به بهتر و کارآمدتر رو پیدا میکنیم. ما به قول آرامش دوستان نمیخوایم از جامون بجنبیم. خب، چهار، ایشان میگویند شاید منظور ایشان یعنی من در مناطقی چون اطراف دریای مازندران است که میزان بارش در هر سال بالغ بر 200 سانتی متر است و مشکل کم آبی وجود ندارد،
جواب: مناطق حاصلخیز و پرباران در طرح پیشنهادی من قرار ندارد، چون نیازی به پلکاری کردن ندارم. اونجا مرتب آب داره میباره و هر جور مکان میتونن ازش استفاده بکنند. پنج، ایشان میگویند فراموش نباید کرد که در مناطق کویری ایران که سطح آن بالغ بر 1/10 سرزمین ایران است، توجه کنید به عدد، میگه 1/10، میانگین ریزش باران در سال از 5 میلیمتر کمتر است. با این مقدار بارانه، با این مقدار باران کدام گیاه قادر است رشد کرده و محصولی بدهد؟ فکر کنم 5 سانتی متر بود. بله، میگه 5 سانتی متر، 5 میلیمتر. آه میلیمتر، اوکی، ببخشید. میلیمتر باید باشه. این میگه 5 سانتی متر. حالا شاید 5 سانتی متر. جواب: برادر بزرگ من، سطح کویرها و صحراهای خشک دست کم 2/5 زمین کشور را تشکیل میدهد و نیازی ندارد در مکانی که کشاورزی خرج و دخل می کند سرمایه گذاری کنیم. و من در مورد پلکانی کردن میلیون ها کیلومتر مربع تپه ماهورها صحبت می کنم و در کویرها ابتدا باید شنهای روان و گرد و غبار شور را در زمین تثبیت کرد تا در زمین و هوا جاری نشود. در کویر دیدی هر جایی که شما درست کنی اگه اون مره ول بکنی باد میاد اونجا، چون برای اینکه مرتب این دما ایجاد میکنه باد این شنها و این ماسه ها رو میبره اون بر اون بر میپوشونه، از اون بر میاره ببره این بر میپوشونه. خب ما هنوز توانایی نداریم این شنها رو تثبیت کنیم، نگه داریم. بعد ادعاهای خیلی زیادی هم میخوایم بکنیم. شش، ایشان میگوید مطلب بعدی جمع‌آوری جوانان دختر و پسر و آنها را با هلیکوپتر به بالای کوه‌ها و تپه‌ها بردن جهت درست کردن گله برفی و روانه کردنشان به داخل دره‌ها. خب این جوانان نیز به تجهیزات فراوان و تأمین خورد و خوراک و محل مناسب برای خوابیدن و دستشویی و توالت و غیره دارند. با روانه کردن تعداد کمی گله برفی که مشکل آب ایران حل نخواهد شد، باید میلیون ها گوله برفی روانه در راه کرد. در سرمای زمستان این جوانان در هنگام استراحت و خواب چگونه محافظت خواهیم نمود؟ تنها با همان یک هلیکوپتر؟ جواب: با کمان تأسف این اظهارات نشان میدهد که ایشان در باغ حضور ندارد، هرچند که در طول عمر گرانبار خود از میوه های تلخ و شیرین آن برخوردار بودم. عزیز جان، در کار اغلب شهر، در کنار اغلب شهرها سربازخانه وجود دارد و در آن برای عملیات نظامی بالگرد و نفربر هم هست که جوانان آن شهر مثل کارگران کارخانه بعد از قطع بارش برق و صاف شدن هوا در ساعت مقرر به سربازخانه رفته و با نفربر در ظرف 1 ساعت در بالای کوه پیاده می شود که نیازی به تجهیزات فراوان، لباس، بجز لباس و کفش مخصوص، خوراک، محل خواب، دستشویی و توالت ندارد و در بالای کوه و تپه برف گله کنند و در هر شیب کوتاه و بلندی در اثر نیروی جاذبه آن گله برفی غلطان غلطان مقادیری برف به گرد خود افزوده که به بهمنی عظیم تبدیل و در پای تپه و گودالها متوقف و ذخیره می شود و این عملیات در طول ساعات کاری آنها انجام می شود و غروب هم به خانه هایشان بر می گردند. هفت، ایشان می گویند در مورد نمک درچه رضاییه در جمع آوردن آن و ریختنش در گودالهای بزرگ و پوشاندنش از خاک مناسب کشاورزی سوال کرده و تأکیدی: آیا پس از ریزش باران و آبیاری گیاهانی که در آن محل کاشته می شود به مرور آب بر روی نمک ها نفوذ نکرده و آب شور را به زیر زمین روانه نمی کند و این آب شور با آب شیرین زیر زمینی مخلوط نمی شود و آن را نیز به تدریج شور نمی کند؟ جواب:
آقای آریان‌پور، جمع‌آوری نمک از سطح دریاچه کار بسیار آسانی است. ما به چند کامیون کنفرسی تعدادی بی و 50 تا 100 نفر جوان کوشا و ذخیره و مصرفش جوان کوشا نیازمندیم که اون را ذخیره و ذخیره و مصرفش بسیار آسانتر از جمع کردنش است. تنها به عزم ملی و دولتی مسئول نیازمندیم. حتی می توانید آقای سربی، امکان پذیر است که جمع‌آوری کردن این نمک رو از سطح دریاچه به بخش خصوصی واگذار کنند. اونا این کارو میکنن، نمیخوان بکنن. یا این امکان پذیر نیست که آقا به بخش خصوصی بگی آقا بیا این جمع اینا رو جمع بکن، هر جور که میخوای مصرف بکنی، بسته بندی کن برای فروش، بسته بندی کن برای صنایع، بسته بندی کن برای مصرف حیوانات، بسته بندی کن برای صدور به تمام کشورها، امکان پذیر است. نمیخوایم بکنیم. خب ذخیره و مصرفش بسیار آسانتر از جمع کردنش. تنها به عزم ملی و دولتی مسئول نیازمندیم که در یک پروژه 5 ساله کل نمک را جهت مصرف خوراکی برای شهروندان، دامداران، صنایع، صدور به کشورهای نیازمند نمک و ناخالص ها را در گودال ها به شیوه حساب شده روی هم انباشته و پرس کرده و روی آن را نه با خاک مرغوب بلکه با نخاله، آن گونه که زباله ها را در کشورهای صنعتی دفع می کنند، مهندسی شده پوشان. وقت اگر داریم ادامه بدم، اگر نداریم متاسفانه دیگه وقتی باقی نمونده. من نوشته آقای سهراب چمنارارم برای شما روی فیسبوک فرستادم، اگه خواستید این مطلب بعدش هم میاد یه سوالی از من میکنه که خب حالا جمهوری اسلامی رو کنار باید بگذاریم، که این پاسخ دادنش یه ذره طولانی تره و به وقت بیشتری لازم داره. این بخشش رو میذارم برای جلسه بعد اگر فرصت بود. ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. با امید دیدارتون چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر وقت نیویورک. حالا اگه وقت شما هم اونجا تغییر میکنه دیگه، شما باید با وقت نیویورک چک کنید ببینید 3 بعد از ظهر کی میشه. ممنونم. بله من با شما تنظیم میکنم اینجا وقتی برگشت اطلاع میدم که اینجا ساعت چنده. بسیار عالی، ممنونم، اوقات خوبی داشته باشید. بدرود بر شما عزیز. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای یزدان خداوندلو بودیم از کلن آلمان، و اگر شما پرسشی داشته باشید یا نظری داشته باشید درباره صحبت‌هایشون، میتونید مستقیما با فیسبوکشون تماس بگیرید یا اینکه از طریق ایمیل و تلفن تلویزیون مردم پیام بذارید، ما پیام‌ها رو برای ایشون ارسال می‌کنیم. و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، همون جوری که آقای خداوندلو برنامه دارن، آقای ارشاد خود برنامه دارن، آقای مینوی برنامه دارن، و خیلی کار آسونیه، فقط خواستن توانستن است. همیشه گفتم یک خبر از شما، باقی کارها از ما. بریم یه چند تا شعر شیرازی با صدای آقای یدالله طارمی بشنویم و شعرهای خیام با صدای احمد شاملو، و پس از اون با آقای پرویز مینوی از تگزاس خواهیم بود. همینجا با دوستانی هم که روی فیسبوک هستن خداحافظی میکنیم و به امید دیدارتون در برنامه آینده. برنامه آقای مینویان ساعت 5 از فیسبوک پخش میشه. روز روزگار و شما خوش.